وقتی که بعد از مدل سازی و یووی آن رپینگ وارد بحث ساخت شیدر و متریال میشیم، یه مقدار ممکنه این پروسه واسمون گیج کننده به نظر برسه. نگاه کنید، ما شیوه‌های مختلفی واسه ساخت متریال و شیدر داریم که توی صنعت مورد استفاده قرار میگیرن و خیلی اوقات من دیدم که بچه‌ها میرن سراغ شیوه‌های سخت، شیوه‌هایی که مستلزم اینن شما یک بیس خوبی تو این زمینه داشته باشید و اگر قبل از این که در اون سطح باشید برید سراغ اون شیوه ها دل زده میشید، غیر از این که حالا وقتتون هم هدر میره، یه مقدارشون یه سری از اصول رو بلد نیستید، واقعا تو این زمینه احساس میکنید که پیشرفت نمیکنید و فکر میکنید که اصلا به درد این کار نمیخورید. در صورتی که با انتخاب درست شیوه شروع خیلی میتونید متریال خوبی درست کنید، شیدرهای خوبی درست کنید و من توی این ویدیو میخوام واسهتون یک توضیح کلی راجع به این شیوه ها بدم و یه سری از کانسپت ها رو واسهتون توضیح بدم. کانسپت اولمون تکسچر. تکسچر چیزی نیست جز یک تصویر. بچه اگر وارد سایت texture.com بشید، از اینجا به تکسچرهای مختلف میتونید دسترسی داشته باشید و اونا رو دانلود کنید. تکسچر هم که یک تصویر هستش دیگه، این تصویر ممکنه که ابعادش مربع باشه یا ابعادش مثلا مستطیل شکل باشه، خیلی تفاوتی نمی‌کنه. نگاه کنید، حالا ما توی سیستم متریال سازی واسه هر متریال به چند تا تکسچر نیاز داریم. به عنوان مثال اگه من اینو باز کنم و بیام این پایین، می‌بینید که این فایل چند تا تکسچر واسه من داره: آلبیدو، هایت، نورمال، رافنس، امبینت و کلوژن. اینا رو من بعدا مفصل توضیح میدم، فقط همین در حد چند تا کلمه بگم اینه که آلبیدو رنگ این تکسچر رو مشخص میکنه، این تصویر یه عکسه، وقتی دانش کنید اون عکسه، حالا ممکنه فرمتش .jpg باشه، .png باشه، هرچی. هایت فعلا کاری نداریم، نورمال یه جورایی به صورت فیک برآمدگی و تورفتگیش رو مشخص میکنه، رافنس میزان رفلکتش رو مشخص میکنه، اینکه چه میزان هر جا سفید باشه خیلی رافه، یعنی رفلکت نمیکنه، هر جا سیاه باشه رفلکشنش زیاد میشه و با توجه به این تصویر تشخیص میده. ایو هم یک جور سایه های خیلی ابتدایی فیکه، میبینید الان لایه آجرای من جایی که تورفتگی وجود داره یه مقداری رنگ سیاه تری داره که بهش میگیم ایو. وقتی به این موضوع برسیم مفصل راجع به اینو صحبت میکنیم. صرفا اینکه خواستم بهتون بگم وقتی میگن یه تکسچر، ممکنه یک تصویر باشه، ممکنه یک سری از تصویر باشه که مربوط میشن به یک نتیجه نهایی که ما اینا رو روی همدیگه اوورلی میکنیم و همه اینا رو با همدیگه ترکیب میکنیم. اما همه تکسچر این شکلی نیستن که مربع باشن و یه حالت تایل داشته باشن که تکرار بشن. تکسچر یونیک هم داریم. به عنوان مثال تکسچر این کتابا رو میبینید اینجا. اینا تکسچر یونیک هم قرار نیست از سمت چپ و راست تکرار بشن. این میتونه هر چیزی باشه، میتونه کتاب باشه، میتونه یک تیکه مثلا یه چیز دیگه باشه، هر اتفاقی که بخواد میتونه بیفته. این پس میبینید اینجا مثلا مستطیل شکله. مثلا اینو میبینید که این خیلی مشخص داره. پس وقتی میگیم تکسچر منظورمون یک دونه تصویر. البته وقتی تو ذهن من میگیم تکسچر، تو ذهن من همین تصاویر این شکلی میاد، مربع شکل، ولی لزومی نداره که حتما مربع شکل باشه یا حالت تایلیبل باشه. پس الان را تکسچر فهمیدیم چیه، اما یه اصطلاح زیادی که من استفاده کردم تایلیبل بود. اسم دیگه تایلیبل سیملسه. سیم به معنای خط و سیملس یعنی بدون خط. من رفتم توی گوگل سرچ کردم What is seamless texture، این سفر رو واسه من آورد. نگاه کنید، این نمونه یک تکسچر تایلیبل یا سیملسه که به فارسی شما فکر میکنم تکرار شونده بهترین ترجمه باشه واسش. یعنی که ما یک عکسی داریم، یه تصویری داریم، اینو تکرار میکنیم، یعنی از سمت راست و چپ و بالا پایین کپیش میکنیم، میذاریم یک کنار هم دیگه مثلا تو فتوشاپ یا هر جایی، و این تکرار میشه و چشم نمیتونه یک خطی رو تشخیص بده که بگه اه مثلا این عکس اینجا تموم شد، این تو ابد هم اینجوری از بالا پایین و چپ و راست ادامه پیدا میکنه. چشم ممکنه یه مقدار متوجه بشه که بالاخره یه جایی عکس تکرار میشه، ولی نمیتونه بگه از کجا، یه خط خاص نمیفته. به این میگن تکسچر تایلیبل. یه مقدار اسکرول کنم بیام پایین، این تکسچر تایلیبل نیست. نگاه کنید، این تکسچر یونیک اینجا هم تایلیبل نیستن، اینا دیگه تایل نیستن، اینا یونیک هستند. مثلا مربوط میشه به کتاب، قرار نیست مثلا ما یک سطحی داشته باشیم که کتاب تکرار بشه. معمولا ما یه دونه کتاب داریم در قالب یه آبجکت. تکسچر تایلیبل معمولا مثلا واسه دیوار به کار میرن که میبینید آجره، یا اگه مثلا اینو بک بدم میبینید اینا مثلا آسفالتن، چیزایی که پیوستن. میبینید بیشتر توی اینجور چیزا کاربرد داره.
این دومی تکسچر سنگ و آجر هر چی، ولی این تایلیبل نیست، قشنگ خطش مشخصه. چشم انسان شدیداً دنبال الگو میگرده وقتی یه چیزی رو نگاه میکنه و سعی میکنه سریع چیت کردن و تقلبا رو توش گیر بیاره. مثلا اینو سریع متوجه میشه که اینجا یه خط، اینجا خط، مطمئناً این یک تصویره که همینجوری تکرار شده. حالا من یه جوری موسوبی گرم این سفید میشه، کاملا میتونه چشم تشخیص بده که این داره تکرار میشه و بینش خط داره. و اگر بیان پایین تر، این سومی یک تکسچر تایلیبل هست، اما تکسچر تایلیبل با کیفیتی نیست. یک خط یکسان نمیتونیم اینجا متوجه بشیم که بگیم مثلا این بالایی یه جای اینجا خرابه، خط داره. ولی چشم انسان باز هم یه الگوی خیلی تکراری شدیدی رو اینجا تشخیص میده. میبینید الان اینجا آجرا رو قشنگ همه تکرارش مشخصه. ما توی پروسه تکسچرینگمون از این تکسچرهای تکرار شونده زیاد استفاده میکنیم. گاهی اوقات بعضی از تکسچرهایی که دانلود میکنیم از رفرنس همون مثل این سایت ها، حالا میتونه از texture.com باشه، از polygon.com باشه، 3D textures باشه، یا حتی مثلا کویکسل بریج، میتونه این تکسچرها گاهی اوقات خیلی خوب باشه، احتیاج به تغییر زیادی نداشته باشه. گاهی اوقات هم ما مجبور میشیم که این تکسچرها رو یه مقدار ویرایش کنیم. ناگهان توی قسمت دوم نوشتم ویرایش برای بهبود کیفیت. مثلا میتونیم همون مپ رافنسش رو زیاد کنیم. یادتونه که مپ رافنس چی بود؟ تو اگه این آجرامون رو یادتون باشه گفتم مپ رافنس رفلکشن بود. مثلا شما تکسچر رو آوردید، چند تا رو با هم متریالتون رو ساخته، میبینید که این آجر رفلکشنش کمه. یعنی مپ رافنسش رو کم و زیاد میکنید، یه مقداری سیاهی ها و سفیدی هاش رو کمتر میذارید، کمتر و بیشتر میکنید که این رفلکشناش کم و زیاد بشن. یعنی با توجه به اون چیزی که میخواین تکسچر رو تغییر میدید. یا مثلا دارم میگم فرض کنید یک تکسچر آسفالت دارید، اینو آسفالت هم. اینو میندازید رو کف زمین، میبینید خیلی دیگه تکراری شده. میایین مثلا با یه تکسچر آب ترکیبش میکنید، مثلا این آسفالتایی که بارون خورده یه سری جاهاش تو چاله‌شونه‌هاش آب ریخته. و هر چی هست سعی میکنید توی این پروسه ساخت متریالتون با ویرایش کردن کیفیت رو ببرید بالاتر، اون خاصیت تکرار شدگی که چشم انسان متوجهش میشه و خسته میشه رو از بین ببرید. این دوتای بعدی هم مال بچه های ادوانس هستش که متریال چند لایه و نقاشی به صورت دستیه، که حالا این میشه مولتی لایل متریال. این هم میشه هند پینت که با استفاده از نرم افزار سابستانس پینتر، ماری، بلندر، کویکسل، فوتوشاپ و اینا انجام میشه، که مال بچه هایی که خب هم خیلی حرفه‌ای تر شدن، هم حالا توی حوزه‌های خاصی دارن کار میکنن. مثلا بچه‌ای که استایلایز کار میکنن، استایلایز میشه به فارسی فانتزی. حالا فانتزی هم خودش انگلیسیه، ولی حالت کارتونی. اگر اهل گیم باشید مثلا فیبل استایلایزده، یا مثلا چی بگم ورد آف وارکرافت استایلایزده، یعنی ریالیستیک نیست، یه جوری نقاشی شده. به هر حال صحبت ما سر این مسائل نیست. ما توی این کورسمون سراغ همین تکسچرهای تکرار شونده نمیریم و بعد با تنظیم و ویرایش کردنش رو سعی میکنیم که اونا رو، همون چیزایی که گفتم، اونا رو قشنگ کنیم و بهترشون کنیم و توی کارمون نهایت استفاده رو ازشون ببریم.